در یمن بسیاری از مهاجران آفریقایی که برای کار به آن کشور رفتند دچار معضل شدند، زیرا نمی توانند زندگی بهتری در یمن بیابند و نه راه بازگشت به کشور خود را دارند. عبدالرحمن جمال یک مهاجر 25 ساله اهل اتیوپی در عدن است که والدین و همسر و 4 فرزندش را 3 ماه پیش به امید یافتن کار و پول در یمن ترک کرد. پشیمونم که به یمن اومدم. من میخوام به وطنم برگردم. دلم برای بچه ها و همسر و والدینم تنگ شده. میدونم مشکلات زیادی تو کشور من وجود داره، ولی هر روز از دوری خانواده‌ام گریه میکنم. اگرچه بیشتر درگیری‌ها در عدن خاتمه یافته، ولی این شهر بیشتر از شهرهای دیگر صدمه دیده و جنگ در نقاط دیگر هنوز باقی است. جمال روزها در اطراف رستوران‌ها دنبال غذای باقی مانده برای سیر کردن خود می‌گردد. من از اتیوپی به جیبوتی رفتم و سوار کشتی شدم که به عربستان سعودی برم که عملی نشد. در اتیوپی شغلی نداشتم و خیلی فقیر بودم. برای همین به یمن اومدم. جمال میگوید در بندر جیبوتی قاچاقچیان انسان پول زیادی برای فرستادن آنها به عربستان مطالبه کردند و عده زیادی از آنها را همراه با محموله های قاچاق بار کشتی کردند. وقتی سوار کشتی شدیم شنیدیم یک کشتی غرق شده. ریسک بزرگی کرده بودیم. خیلی خطرناکه. بسیاری از مهاجران در یمن به دلیل ناآرامی و بی‌ثباتی سیاسی بازداشت شدند. علاوه بر این، مهاجران برخی اوقات از سوی طرفین درگیر وادار به پیوستن جنگ شدند.